به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده رازهاست، نخستین سرآغاز آغازهاست. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان. به دوره آموزش ویندوز لایو از مجموعه آموزش‌های فرادرس خوش اومدید. بنده میلاد مرادی هستم، کارشناسی ارشد مهندسی برق و مدرس دروس آیتی که تو این آموزش به عنوان مدرس در خدمتتونم. امیدوارم که توی این چند جلسه ای که در خدمت شما سروران هستم بتونم مطالب مفید و ارزنده ای رو بهتون انتقال بدم. فصل اول آموزش رو تحت عنوان ویندوز لایو و مزایای اون با همدیگه شروع میکنیم. میخواییم توی این فصل یاد بگیریم که ویندوز لایو به چه دردی میخوره، چه مزایا و چه معایبی داره و چه مواقعی ما باید از ویندوز لایو استفاده کنیم. خب اینها رو توی بحث پاورپوینت با هم دیگه بررسی میکنیم و بعد از اون توی فصل‌های بعدی، بعد از اینکه ویندوز لایو رو روی فلش ریختیم به صورت بوتیبل، اون رو اجرا میکنیم و از محیط اون استفاده میکنیم و به صورت کامل باهاش آشنا میشیم. این جلسه رو تحت عنوان تفاوت ویندوز لایو با ویندوز معمولی با هم دیگه شروع میکنیم. ببینید عزیزان، ویندوز لایو شباهت بسیار زیادی به ویندوز معمولی داره. در واقع یک نوع ویندوز هستش، چیز خاصی نیست، مربوط به کمپانی های دیگه نیستش. همون شرکت مایکروسافت این رو عرضه کرده. خب ما میتونیم ویندوز لایو رو از طریق بوت که میتونه CD، DVD یا فلش باشه اجرا کنیم. یعنی ویندوز لایو نصب نمیشه عزیزان، اسمش با خودشه، لحظه ای اجرا میشه، ما میتونیم استفاده کنیم، بعد از استفاده دیگه کار تموم میشه. این ویندوزی نیست که الان روی کامپیوتر شما نصب هستش. خب اینو که خدمت رو عرض کردم، عدم نیاز به نصب هست، به صورت بوت اجرا میشه، خیلی سبک و سریع هستش. چون روی فلش اجرا میشه دیگه سخت افزار ما رو اونقدر درگیر نمیکنه. خب یه سری از ویندوزهای لایو رو ما داریم، یک مجموعه نرم افزار روی اونها قرار گرفته. این مجموعه نرم افزارا رو ما توی این آموزش باهاشون کار داریم. کاربردهای بسیار بسیار زیادی دارن که ما میتونیم یه سری کارها رو حتی توی ویندوز اصلی خودمون نمیتونیم انجام بدیم، توی ویندوز لایو به کمک این مجموعه نرم افزار انجامش بدیم. بریم ببینیم که به صورت خلاصه تفاوت ویندوز لایو و ویندوز معمولی چیه. تیتروار با هم دیگه یاد بگیریم. میگیم ویندوز معمولی نیاز به نصب داره، اینو که هممون میدونیم، برای استفاده دائم هستش. یعنی ما یک ویندوز رو نصب میکنیم، ممکنه 6 ماه، ممکنه 1 سال یا حتی چند سال از اون ویندوز استفاده کنیم. اطلاعات ما سر جاش هستش، نرم افزارهایی که استفاده میکنیم یا حتی بازیهایی رو که استفاده میکنیم، همه تنظیمات و به اصطلاح اطلاعات شخصی ما سر جای خودش باقی میمونه. با نصب ویندوز اصلی هیچ نرم افزاری برای ما نصب نمیشه، مگر اینکه یک سری ویندوزهایی رو تو بازار تهیه کنید که تغییرات روی اونها ایجاد کردن یا به اصطلاح ساده‌تر اونها رو دستکاری کردم. پس ویندوز اصلی شرکت مایکروسافت هیچ نرم افزاری روی اون نصب نمیشه. مثلا وقتی که ویندوز رو نصب میکنید، فتوشاپ همراهش نصب نمیشه. قابلیت نصب نرم افزار رو به ما میده. ما خودمون میتونیم بازی ها یا نرم افزارهای مورد نیازمون رو روی ویندوز معمولی یا همون ویندوز اصلیمون نصب کنیم. خب این اختیاری هستش. ویروس های اجرایی تحت عنوان فایل های .exe توی این ویندوز فعال هستن. یک سری ویروس ها هستن عزیزان با فرمت .exe که مربوط به ویندوز هست، تو این محیط میتونن فعالیت کنن و کامپیوتر ما رو آلوده کنن. بریم در مقابل ویندوز معمولی ویندوز لایو رو ببینیم. خب این ویندوز نیاز به نصب نداره، از طریق بوت به کمک CD، DVD یا فلش اجرا میشه که امروزه دیگه بیشتر از فلش استفاده میکنن. برای استفاده موقتی هستش، یعنی ما ویندوز لایو رو میتونیم برای 1 ساعت 2 ساعت یعنی کاری که میخوایم انجام بدیم استفاده کنیم. این نیست که روی کامپیوترمون ویندوز معمولی رو نصب نکنیم و فقط از ویندوز لایو استفاده کنیم. ویندوز لایو فقط موقتی هستش. بعضی از این ویندوزهای لایو خدمتتون عرض کردم داره یک مجموعه نرم افزار هستن، مثلا نرم افزارهایی برای پارتیشن بندی، نرم افزارهایی برای ریسیت کردن پسورد اکانت ویندوز اگه پسورد یادمون رفته، یا اگر بخوایم قفل به اصطلاح یوزر یک ویندوز رو بشکنیم و موارد دیگه که توی این آموزش باهاشون آشنا میشیم. قابلیت نصب نرم افزار رو توی ویندوز لایو ما نداریم. یا یک ویندوز لایو خالی داریم،
فقط اجرا میشه، میتونیم درایو ها رو ببینیم. فایل های اگزه ای که آلوده هستن دیگه توی ویندوز لایو نمیتونن فعالیت کنن، میتونیم اونجا حذفشون کنیم. یا ویندوز لایو هایی رو داریم که یک مجموعه نرم افزار دارن و ما میخوایم از اونها استفاده کنیم، پس خودمون نرم افزار شخصی یا بازی نمیتونیم روی اون نصب کنیم. خب اینم توی مورد بالایی خدمتتون عرض کردم، ویروس ها اکثرشون توی ویندوز لایو نمیتونن فعالیت کنن. پس یکی از کاربردهای مهم ویندوز لایو چی از آن؟ برای پاک کردن ویروس هایی است که آنتی ویروس اگر روی سیستم ما نبوده یا اگرم بوده توانه حذف کردن اونها رو نداشت. بریم سراغ نسخه های ویندوز لایو ببینیم که چه نسخه هایی دارن. ما با نسخه های ویندوز معمولی آشنا هستیم، ببینیم که ویندوز لایو به چه شکلی هستش. خب ویندوز XP رو از اگر خاطرتون باشه قبلا استفاده میشد، ویندوز لایوش هم بود. داریم نتیجه میگیریم با همین اولی، ویندوز لایو همون نسخه های ویندوز اصلی هستش، با این تفاوت که تحت عنوان نسخه لایو منتشر شده. برای ویندوز 7 هم به همین شکل، یعنی ما ویندوز لایو 7 داریم، ویندوز لایو 8 داریم و ویندوز لایو 10. حتی اگر سالهای آینده ویندوز های بعدی هم منتشر بشه، ویندوز لایو هم باهاش بروز میشه و ما میتونیم از ویندوز های جدیدتر لایو هم استفاده کنیم. انواع ویندوز لایو با مجموع نرم افزارا رو من خدمتتون معرفی کنم. ببین نورتون گاست بود که تحت داس بود و یه سری نرم افزار شکستن پسورد توی نورتون گاسته بود. عزیزانی که توی این حوزه فعالیت کردن قدیمی ترن اسم این رو زیاد شنیدن. تحت داس یعنی چی؟ یعنی محیط گرافیکی ما اونجا نداشتیم که موس داشته باشیم، یک سری گزینه داشته باشیم بتونیم روی اونها کلیک کنیم. اینجوری نبود، تحت داس بود، شبیه محیط CMD بودش و ما باید اونجا کدها رو تایپ میکردیم. بعد از اون هایرند بود، CD بود که اینجا محیط گرافیکی شبیه ویندوز XP بود و یک سری پروگرام ها رو ما توی هایرند بود CD داشتیم و این هم بسیار معروف بود. بعد از اون اچکا بود 2017 رو ما داشتیم که محیط گرافیکی شبیه ویندوز 7 بود و یک سری نرم افزار ها رو هم داشت. و نسخه که ما توی آموزش ازش استفاده میکنیم این هستش، ویندوز 8 یا 10 سرگی. اینجا محیطش به شکل ویندوز 8 یا 10 هستش که جدا هست، هر کدوم رو اگر شما دانلود کنید به اون شکل ورژن خودش هست. مثلا ما توی آموزش از ویندوز 10ش استفاده کردیم که جدیدتر هست و پروگرام هایی رو که ما اینجا داریم میبینیم واقعا یک مجموعه کامل و فوق العاده است که توی این آموزش باهاش آشنا میشیم. شما عزیزان متوجه میشید که ویندوز لایو چقدر کاربردهای مفید رو برای ما خواهد داشت. امیدوارم که از این جلسه آموزش بهره لازم و کافی رو برده باشید. به نام خدا، توی این جلسه از آموزش میخوایم با هم دیگه در مورد دلایل استفاده از ویندوز لایو صحبت کنیم. اولین دلیل چی عزیزان؟ ما ممکنه ویندوز اصلیمون بالا نیاد و نیاز به اطلاعات هارد دیسکمون داشته باشیم. ممکنه یه سری از اطلاعاتمون رو توی درایو سی ذخیره کردیم و ویندوز اون آسیب دیده بالا نمیاد، حالا میخوایم اون اطلاعات رو برداریم. میتونیم از ویندوز لایو استفاده کنیم و اطلاعات رو بهشون دسترسی پیدا کنیم. ممکنه ویندوز اصلی ما ویروسی بشه، ما میتونیم از ویندوز لایو استفاده کنیم برای حذف کردن ویروس ها، هم از طریق نرم افزار هم به صورت دستی بریم اونها رو پیدا کنیم و دلیت کنیم. هنگام آسیب دیدن فایل های بوت خیلی پیش میاد، فایل های بوت ویندوز اصلی آسیب میبینن و توی مرحله بوت ویندوز دیگه بالا نمیاد. وقتی که ما نیاز داریم پارتیشن درایو سی رو تغییر بدیم، ممکنه مثلا من 100 گیگابایت برای درایو سی هم در نظر گرفتم، حالا تصمیم گرفتم این 100 گیگ رو بیشترش کنم یا کمترش کنم، توی محیط ویندوز خودم این دسترسی رو ندارم. چرا؟ چون ویندوز داخل این درایو سی هستش، من نمیتونم توی درایو سی تغییرات رو ایجاد کنم. میتونم برم توی ویندوز لایو، اونجا بدون محدودیت پارتیشن ها رو تغییر بدم. مورد بعدی چیه؟ ممکنه هارد ما MBR باشه، قصد داریم اون رو به GPT تبدیل کنیم، یا GPT میخوایم اون رو به MBR تبدیل کنیم. با چه حالتی؟ با حالتی که دیتای ما حفظ بشه. این رو که توی محیط ویندوز هم موقع نصب میتونیم انجام بدیم، به شرطی که کل هارد رو فرمت کنیم. اما توی ویندوز لایو به کمک یه سری نرم افزارها با حفظ دیتا میتونیم هارد رو از MBR به GPT و برعکس تبدیل کنیم، حالا با توجه به نیاز ما. هنگام گرفتن بکاپ از درایو یا ویندوز اصلی، بازم
یه سری نرم افزار داریم، میتونیم به کمک اون نرم افزارها بیایم از درایو ها یا کل ویندوز اصلیمون بکاپ بگیریم. توی چه محیطی این کار رو انجام میدیم؟ توی محیط ویندوز لایف. این یه سری از قابلیت های ویندوز لایف هست. بریم موارد بعدی رو بررسی کنیم. یه وقتهایی هست ما میخواییم تست سلامت قطعات کامپیوتر رو بگیریم. خب درسته، ما میتونیم نرم افزارهایی رو از اینترنت دانلود کنیم، توی همون محیط اصلی ویندوز نصب کنیم و تست رو انجام بدیم. اما ممکنه من دوست نداشته باشم نرم افزار رو روی کامپیوتر نصب کنم و کامپیوتر رو سنگین کنم. به اصطلاح میتونم از یک فلش ویندوز لایو استفاده کنم، تست قطعات کامپیوترم رو انجام بدم، فلش رو جدا کنم، ویندوز سر جای خودش هستش. یه سری فایل ها رو شاید شما عزیزان تجربه کرده باشید، توی محیط ویندوز یه بلایی سرشون میاد و دیگه حذف نمیشن. توی محیط ویندوز لایو اکثر اوقات خیلی راحت میتونید اینها رو حذف کنید. وقتی که من پسورد ویندوزم رو فراموش کردم، میام به کمک ویندوز لایو این پسورد رو میشکنم و یک پسورد دلخواه برای خودم روی کامپیوترم میذارم. این خیلی جالب هستش. یه وقتایی ما میخوایم دیفرگ کنیم هاردمون رو. دیفرگ چی عزیزان؟ میاد اطلاعات رو به همدیگه یک جورایی خیلی ساده بگم میچسبونه، یعنی فاصله بین دیتا رو توی هارد دیسک روی سکتورها از بین میبره، باعث میشه که هارد ما هم سریعتر عمل کنه و هم طول عمر بالاتری داشته باشه. خب این رو خود محیط ویندوز اصلی ما داره، اما یک دیفرگ حرفه‌ای نیستش. توی ویندوز لایو نرم افزارهای حرفه‌ای هستن، میتونیم از اونها استفاده کنیم. اگر نیاز باشه ما فایل های سیستمی خود ویندوز رو حذف کنیم یا تغییر بدیم، توی خود محیط ویندوز نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. ویندوز داره از این فایل ها محافظت میکنه، ما باید بریم داخل ویندوز لایو این کار رو انجام بدیم. بریم سراغ مزایای ویندوز لایو ببینیم که به صورت خلاصه چی هستن. ما میتونیم توی ویندوز لایو کارهامون رو بدون محدودیت انجام بدیم. خب طبق مواردی که توی اسلاید های قبلی خدمت شما عزیزان عرض کردم، دیدید که خیلی از کارها توی محیط ویندوز اصلی محدود بودن، ولی توی ویندوز لایو خیلی راحت میتونستیم انجامشون بدیم. ما نیازی به نصب نرم افزار توی ویندوز لایو نداریم. خب عزیزان نصب نرم افزار یه سری مشکلات داره. عده‌ای از عزیزان همیشه میخوان نرم افزار رو نصب کنن، با مشکل مواجه میشن و موارد دیگه. اینجا دیگه ما نیازی به نصب نرم افزار نداریم، خیلی راحت میتونیم از نرم افزارهایی که روی ویندوز لایو هست استفاده کنیم. نکته بعدی، ویندوز اصلی من دیگه روش نرم افزارهای زیادی نصب نمیشه و سنگین بشه، ویندوزم خیلی سالم و شسته رفته باقی میمونه. ویندوز چیه؟ خود سیستم عامل موجب محدودیت کار ما میشه، یعنی ما فایل های سیستمی رو نمیتونیم تغییر بدیم، پارتیشن درایوزی و مواردی که توی اسلاید های قبلی خدمتتون عرض کردم. پس ما برای کارهای عادی و به صورت پیش‌فرض از ویندوز اصلی استفاده میکنیم. هر وقت به یک کار خاصی نیاز داشتیم، خواستیم پسوردمون رو فراموش کرده بودیم برگردونیم یا درایو سی رو پارتیشنش رو تغییر بدیم و موارد دیگه، خیلی راحت ما میتونیم بیایم از ویندوز لایو استفاده کنیم. امیدوارم که از این جلسه آموزش بهره لازم و کافی رو برده باشید. به نام خدا تو این جلسه از آموزش میخوایم با همدیگه یاد بگیریم که چطور از ویندوز لایو روی سی دی، دی وی دی یا فلش استفاده کنیم. اول این رو به صورت خلاصه خدمتتون عرض کنم عزیزان. معمولا وقتی که ما ویندوز لایو رو روی سی دی استفاده میکردیم، برای نسخه‌های قدیمی تر بودن حجمشون کمتر بود و زمانی بود که سی دی رایج بود. معمولا دیگه از سی دی استفاده نمیشه، ولی شما اطلاع داشته باشید که شدنی هستش. بعد از اون چون ویندوزهای 8 و 10 اومدن حجمشون بالاتر شد، روی دی وی دی استفاده میشد. ولی راه مناسب چیه؟ یک فلش بوتیبل رو ما بسازیم که ویندوز لایو روی این فلشه قرار بگیره و خیلی راحت هر نسخه ای رو، چه نسخه های قدیمی و چه نسخه های جدید رو میتونیم روش بریزیم و استفاده کنیم. بریم با هم دیگه این رو به صورت عملی انجام بدیم که توی کل محیط آموزش میخواییم از این فلشه استفاده کنیم. عزیزان ببینید، من یک ویندوز مجازی رو نصب کردم، یعنی روی ویندوز اصلی خودم یک ویندوز نصب کردم. دارید الان محیطش رو میبینید، با ویندوزهای اصلی هیچ فرقی نمیکنه، فقط قابلیتش اینه که به کمک یک نرم افزار به اسم VMware یا نرم افزار دیگه میتونید اون رو داخل محیط اصلی ویندوز خودتون نصب کنید. چرا من این کار رو کردم؟
به خاطر اینکه خواستیم توی محیط بوت بریم، کامپیوتر من خاموش میشه دیگه، تصویربرداری ازش غیر ممکنه. باید ویندوز در ویندوز استفاده میکردم که بهش میگن ویندوز مجازی. اگر کسی علاقه داشت میتونه بره توی فرادرس هم آموزشش هست یا توی اینترنت جستجو کنه و مطالبی توی حوزه یاد بگیره. ما با این قضیه کاری نداریم. پس محیط ویندوزی رو که دارید میبینید یک ویندوز کاملا استاندارد و هیچ فرقی با ویندوزهایی که روی کامپیوتر شما هست نمیکنه. ما یک نرم افزار اینجا میخوایم استفاده کنیم تحت عنوان رفوز که ورژنش اینجا معلوم هست و آخرین ورژنی است که تا امروز منتشر شده. به کمک این نرم افزار میخوایم فایل ایمیجی رو که از اینترنت دانلود کردیم، همون فایل ویندوز لایو، روی فلش بریزیمش. نرم افزارهای دیگه مشابه این نرم افزار هستن، اما پیشنهاد بنده اینه که از این نرم افزار استفاده کنید، خیلی راحت و کاربردی هست. عزیزان، من یک فلش رو انتخاب کردم، اون رو الان به کامپیوترم متصل میکنم. میبینید اینجا یک فلش برای من شناسایی شده به صورت اتوماتیک. میگه اسمش نیو هست، درایو اف هست توی مای کامپیوتر، حجمش هم تقریبا 8 گیگابایت هستش. این رو به صورت خودکار شناسایی کرد. اگر من چند تا فلش رو به کامپیوتر متصل کنم، باید این لیست کشویی رو باز کنم و یکی از اونا رو انتخاب کنم برای ویندوز لایوم. پیشنهاد بنده حقیقی اینه که همیشه یک دونه فلش رو بیشتر متصل نکنید، چون ممکنه اینجا حواستون نباشه، اشتباه انتخاب کنید و اطلاعات فلش دیگه‌تون رو حذف کنید. پس مرحله اول دیوایس، نوع فلش رو انتخاب کردیم. حالا میریم سراغ فایلی رو که ما باید به نرم افزار معرفی کنیم. من اینجا سلکت رو میزنم، داخل درایو دی کامپیوتر خودم هستم. یه فایل رو من قبلا دانلود کردم، گفتم شما برید این رو دانلود کنید. اسمش چیه؟ ویندوز لایو سرگی. خب ورژنیناش هم در دسترس هست، هر کدوم که جدیدتر بود بهتر اون رو دانلود کنید. من این رو انتخاب میکنم، اوپن رو میزنم. دیگه نیازی نیست هیچ کدوم از تنظیمات رو من تغییر بدم، اما یک نکته اینجا های اهمیته. ببینید توی قسمت که نوشته GPT، اگر من بازش کنم MBR رو میبینم. خب GPT جدیدتره، معمولا روی هاردهای SSD استفاده میشه، اما روی هاردهای قدیمی HDD هم میتونید ازش استفاده کنید. به صورت پیش‌فرض نرم افزار این رو انتخاب میکنه. اگر من استارت رو زدم، فلش بوتیبلم ساخته شد، ولی موقع بوت نتونستم اون رو اجرا کنم، مجبورم برگردم این رو روی MBR بذارم. این یعنی کامپیوتر من قدیمی تره، از GPT پشتیبانی نمیکنه. فقط نکته کار اینجاست. اینجا میتونید اسم فلش رو تغییر بدید و موارد دیگر رو نیازی نیست اصلا دست بزنید. خب من استارت رو میزنم، منتظر میمونم که نرم افزار بیاد فایل ایمیج من که مربوط به ویندوز لایو هست رو روی فلشم بریزه. عزیزان، حتما باید از این نرم افزار یا نرم افزارهای مشابه این استفاده کنید. شما نمیتونید فایل رو به کمک کلیک راست کپی کنید، برید داخل فلش پیست کنید. اونجوری بوتیبل نمیشه. باید به کمک این نرم افزار این کار رو انجام بدید که توی قسمت بوت بتونید ویندوز لایو رو اجرا کنید. خب استارت رو میزنم، منتظر میمونیم که کار نرم افزار تموم بشه. عزیزان، اینجا یک پیغامی رو به من میده، میگه مطمئن هستی که این فلش رو انتخاب کردی، چون اطلاعات داخلش الان پاک میشه، میخواد فلش رو فرمت کنه. من تایید میکنم. اینجا درصد پیشرفت کار رو نشون میده و شروع میکنه به ریختن اطلاعات ویندوز لایو داخل فلش. دقیقا همین کار رو ما برای ویندوزهای اصلی انجام میدیم، هیچ فرقی نمیکنه. عزیزان دیدید که بعد از چند دقیقه فلش ما کامل بوتیبل شد. اینجا برامون نوشته ready، یعنی آماده هستش. توی جلسه بعدی با هم دیگه یاد میگیریم از این فلشه چطور استفاده کنیم، یعنی این رو چطور توی قسمت بوت اجرا کنیم. امیدوارم که از این جلسه آموزش بهره لازم و کافی رو برده باشید. به نام خدا، توی این جلسه از آموزش میخوایم مراحل بوت ویندوز لایو رو با هم دیگه به صورت تئوری و عملی یاد بگیریم. یعنی ابتدا من توی محیط پاورپوینت به صورت تیتوار مراحل رو خدمتتون عرض می‌کنم. اگر بعداً مرحله یادتون رفت، دیگه نیاز نباشه کل ویدیو رو برگردونید و مجدداً ببینید. فقط کافیه این اسلاید رو که توی فایل‌هایی که از سایت دانلود کردید قرار داره نگاه کنید و مشکلتون رو برطرف کنید. بعد از اینکه مراحل رو خدمتتون عرض کردم، میریم سراغ عملی. با هم دیگه فلش بوتیبل رو که ساختیم اجرا می‌کنیم و
وارد محیط ویندوز لایو میشیم که تا آخر آموزش باهاش کار کنیم. بریم سراغ مراحل. ببینید ابتدای کار ما باید فلش رو به کامپیوتر متصل کنیم. حالا اگر فلش نبود مثلا روی سی دی یا دی وی دی بود ویندوز لایو، خب سی دی یا دی وی دی روی دی وی دی رایتر به اصطلاح دی وی دی رامی که داریم قرار میدیم که اون رو بخونه. مرحله دوم چیکار میکنیم؟ کامپیوترمون رو ریستارتش میکنیم. میخوایم مجددا راه اندازی بشه که بوت رو تغییر بده. موقعی که ویندوز داره بالا میاد ما باید بوت رو تغییر بدیم. البته نمیتونیم بگیم بالا اومدن ویندوز، یعنی قبل از بالا اومدن ویندوز میشه به صورت فنی اگه بخوایم دقیق‌تر بگیم مرحله بوت هستش. اونجا ما باید بوت رو تغییر بدیم، مثلا فلش انتخاب کنیم. اگر سی دی یا دی وی دی ابتدای کار استفاده کردیم، سی دی یا دی وی دی رو انتخاب کنیم. خب برای انتخاب کردن فلش هم از آن ما همیشه یو اس بی رو توی بحث بوت ها انتخاب میکنیم که کامپیوتر موقعی که بالا میاد اولین دیتایی رو که بخونه دیتای فلش یا همون یو اس بی باشه. بعد کامپیوتر بعد از اینکه فلش رو شروع میکنه به خوندن، دیتایی که مربوط به ویندوز لایو هست رو لود میکنه. با توجه به سرعت فلش و سرعت سخت افزار کامپیوتر ما، یه 3-4 دقیقه این کار طول میکشه. بعد از اینکه راه اندازی شد، همه مجموع نرم افزارها و ویندوز لایو توی صفحه بالا میاد و قابل استفاده است. یعنی دیگه ما نه نرم افزاری رو نصب میکنیم، نه کار خاصی انجام میدیم، نه میخوایم ویندوز رو فعال سازی کنیم، هیچ کاری نیاز نیست ما انجام بدیم، همه چیز مهیا هستش و قابل استفاده. خب تو این استایل میخوام بهتون یاد بدم که چطور بوت رو تغییر بدید. روش تغییر بوت، ببینید این کلید F12 که روی کیبورد شما قرار داره، از کلید F1 تا F12 رو ما داریم، این آخرین کلید هست، توی اکثر کامپیوترها و لپتاپ ها برای انتخاب بوته. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما کلید F12 رو چند مرتبه پشت سر هم فشار بدید موقعی که کامپیوتر رو روشن میکنید یا لپتاپ رو روشن میکنید، به شما یک پنجره کوچیک نمایش داده میشه، میگه میخواید چه چیزی رو بوت کنید. یعنی انتخاب بوت، میتونید هارد اصلی خودتون رو انتخاب کنید، میتونید یو اس بی انتخاب کنید، میتونید سی دی رام یا دی وی دی رام رو انتخاب کنید. پس F12 توی اکثر کامپیوترها جوابگو هستش. یکی دیگه داریم به اسم دیلیت که روی فلش های کیبورد سمت راست قرار داره و این دکمه برای تنظیمات مادربرد هستش. یعنی موقعی که کامپیوتر روشن می‌کنید چند مرتبه دیلیت رو فشار بدید، وارد تنظیمات مادربرد یا بایوس میشید به اصطلاح. میدید تو اون قسمت میتونید اونجا هم بوت رو تغییر بدید. البته وقتی که توی تنظیمات مادربرد تغییر میدید، به صورت کلی تغییر پیدا میکنه. یعنی هر بار که کامپیوتر رو ریستارت کنید، به عنوان مثال اگر بوت رو روی سی دی قرار دادید، اولین مرتبه سی دی رو چک میکنه، اگر سی دی داخل دستگاه نباشه میره سراغ هارد اصلی. اما F12 انتخاب بوت هستش برای یک بار، یعنی کامپیوتر رو مجددا راه اندازی کنید دیگه میره سر اون بوت اصلی خودش که تو تنظیمات چیده شده، ممکنه به احتمال زیاد هارد دیسک اصلی خودتون باشه. پس F12 برای تغییر بوت برای یک بار، دلیت برای وارد شدن به تنظیمات مادربرد و تغییرات کلی رو ایجاد کردن، هم برای بحث مادربرد هم برای بوت. چند تا کلید دیگه داریم. ما F8 رو داریم توی بعضی از کامپیوترها و لپتاپ ها. F8 هم کار F12 رو انجام میده. یعنی ممکنه شما یه کامپیوتر داشته باشید F12 انتخاب بوت باشه، ممکنه F8 باشه، با توجه به اینکه مادربردش چه برندی هست، ایسوس، گیگابایت، MSI، اینها مختلف هست. برای لپتاپ ها هم اینها جوابگو هستن. یه کلید دیگه داریم به اسم F2، این هم کار کلید دیلیت رو انجام میده. معمولا روی لپتاپ ها این بسیار کاربردی هستش. پس هر لپتاپ یا کامپیوتر رو به من دادن، اگر خواستم وارد تنظیمات مادربرد بشم یا دکمه دیلیت رو میزنم یا F2، اگر خواستم بوت رو فقط برای یک مرحله تغییر بدم، کلید F12 یا F8. این برای تمام کامپیوترها و لپتاپ ها پاسخگو است، مگر موارد استثنا که میتونید اون رو توی اینترنت تحقیق کنید. پس 4 تا کلید رو یک بار برای همیشه من به خاطر میسپرم و توی قضیه بوت برای نصب ویندوز، برای اجرا کردن ویندوز لایو و هر چیزی که بحث بوت هستش دیگه مشکلی ندارم. بریم سراغ اجرا کردن این کار به صورت عملی، ببینیم که به چه شکلی هستش. ببینید عزیزان، الان داخل محیط ویندوز هستیم، یک ویندوز کاملا اورجینال. این فلشی هستش که با هم دیگه اون رو به صورت بوتیبل ساختیم. حجمش تقریبا 8 گیگابایت بود و داخلش ویندوز لایو رو ما ریختیم که بخوایم الان اجرا کنیم.
قبل از اجرا کردن مراحل رو به صورت تئوری باش آشنا شدیم، الان اینها رو به صورت عملی انجام میدیم. فقط نکته ای که مد نظر عزیزان باشه، ما اینجا یک ویندوز مجازی داریم، یعنی یک ویندوز رو داخل ویندوز اصلی خودم من نصب کردم به خاطر اینکه بتونم از مراحل بوت تصویربرداری کنم، فیلم بگیرم و شما بتونید اونها رو ببینید. یعنی ویندوزی که من الان نصب کردم با یک ویندوز کاملا اورجینال و اصلی که روی کامپیوتر نصب میشه هیچ فرقی نمیکنه، هیچ تفاوتی نداره، فقط هیچ دیتای روش نیست. یعنی من نرازای روی این ویندوز نصب نکردم، بعد از نصب ویندوز بلافاصله اومدم برای آموزش ازش استفاده کردم. من این پنجره رو ببندم، منوی استارت رو باز میکنم، اینجا کامپیوتر رو ریستارت میکنم، منتظر میمونم که کامپیوتر من مجددا راه اندازی بشه که بتونم بوت رو تغییر بدم. اینجا من کلید بوت رو مجددا چند مرتبه پشت سرم فشار میدم و وارد صفحه تنظیمات بوت میشم که بوت رو انتخاب کنم. این صفحه‌ای که دارید میبینید با توجه به مدل کامپیوتر یا لپتاپ شما ممکنه متفاوت باشه، چیزی که مهمه اکثر گزینه‌ها بسیار شبیه هم هستش. ببینید من چون ویندوز هم ویندوز مجازی است با کامپیوتر اصلی در ارتباط نیست، اینجا VMware رو که دارید میبینید چی هستش؟ همون بحث نرم افزاری هستش که ویندوز مجازی داخلش نصب شده. شما کلمه‌ای به اسم VMware رو توی کامپیوتر اصلی خودتون نمیبینید. CD هست، DVD هست. من اینجا USB رو پیدا میکنم، میخوام بوتم رو روی USB قرار بدم و فلش ویندوز لایوم رو بوت کنم به اصطلاح، یا اون رو راه اندازی کنم. خب این رو من انتخاب میکنم. ببینید این منوی فلش هستش، گزینه بالایی داره به من میگه من میخوام ویندوز لایو نسخه 10 رو اجرا کنم. من همین رو باید انتخاب کنم و وارد محیط ویندوز لایو بشم. البته بعد از انتخاب کردن این گزینه ببینید فایل ها شروع به لود شدن میکنن. خب سرعت فلش من اینجا قطعا تاثیرگذار هست، یعنی هر چقدر سریعتر باشه این دیتا سریع لود میشه، ولی خب به سخت افزار کامپیوتر مثل سرعت هارد و رم و سی پی یو هم بستگی داره. منتظر میمونیم که کامل ویندوز لایو لود بشه و وقتی که بالا اومد با هم دیگه محیطش رو یاد میگیریم ببینیم که به چه شکلی هستش. عزیزان دیدید که بعد از چند دقیقه ویندوز من بالا اومد. من منتظر بودم که همه این آیکون ها توی دسکتاپ من ظاهر بشن و من نوار استارتم رو میبینم و الان متوجه شدم که به صورت کامل ویندوز لایو اجرا شده که اینجا اسمش رو هم برای من نوشته. خب عزیزان میبینید که محیطی رو که دارید مشاهده میکنید دقیقا محیط ویندوز هستش، به خاطر همین ما میگیم ویندوز لایو. ما ویندوزی رو نصب نکردیم، فقط به کمک فلش اون رو اجرا کردیم. خب ممکنه ویندوز لایو های مختلفی رو شما توی فضای اینترنت ببینید و دانلود کنید و ازشون بخواید استفاده کنید. حالا داخل این دسکتاپ ممکنه آیکون های مختلف یا متفاوتی رو ببینید، ولی پیشنهاد بنده اینه که همین نسخه رو که ما استفاده میکنیم استفاده کنید که بسیار کامل و کاربردی هستش. خب محیط رو ببینید، مثلا من مای کامپیوتر رو دارم، مای کامپیوتر رو اجرا کنم، میتونم درایو هام رو ببینم با این تفاوت یکی دو تا درایو بیشتر میبینم مربوط به همین فلش یا ویندوز مجازی من هستش. ببینید این درایو سی اصلی من هستش که 30 گیگابایت هست، این درایو دی اصلی من هست که 48